غرش شیر پنشیر علیه طالبان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام، وقتتان بخیر. خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال پیام روز. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. به نقل از صفحه رسمی العین الفارسی، غرش شیر پنشیر علیه طالبان: مذاکره بیفایده است. وزیر خارجه طالبان و رهبران جبهه مقاومت افغانستان احمد مسعود، رهبر مقاومت افغانستان، ملقب به شیر پنشیر در موضع گیری جدید خود اعلام کرد. جبهه مقاومت مذاکره با گروه طالبان را بیفایده می داند. جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود در بیانیه خود که امروز سه‌شنبه 21 جدی منتشر شده است گفت که مذاکره با سرپرست وزارت خارجه در تهران دست آوردی نداشته است و طالبان به وضع موجود تاکید می کنند. احمد مسعود پسر احمد شاه مسعود کیست؟ طالبان در مورد موضوعات مورد بحث در این دیدار چیزی نگفتند، اما جبهه مقاومت در بیانیه خود توضیح داده است که موضوعات چون نوع نظام، حقوق شهروندی، آزادی بیان، انتخابات و حق مردم به تعیین سرنوشت خودشان مورد بحث قرار گرفته است. در این بیانیه آمده است نمایندگان طالبان در این مذاکرات به ادامه وضع موجود تاکید کرد و یک بار دیگر ثابت کرد که به هیچ صورت حاضر به پذیرش اصول و ارزش‌های شهروندی، تقسیم عادلانه قدرت میان همه اقوام و اقشار جامعه و تشکیل حکومت فراگیر بر آمده از آرا و اراده مردم افغانستان نیستند. جبهه مقاومت نیز در بیانیه خود توضیح کرده است که این مذاکره بیفایده است. پیشتر ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در تویتر نوشته بود احمد مسعود و اسماعیل خان از رهبران مقاومت افغانستان با امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در تهران دیدار کردند. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز در پاسخ به سوال در مورد صحت و سقم دیدار اسماعیل خان و احمد مسعود با امیر خان متقی در ایران گفته بود ایران میزبان گروه های مختلف افغانستانی است و در این سفر هم ایران میزبان این گفتگوها بوده و گفتگوهای خوب بین این رهبران انجام شده و امیدواریم نتیجه آن آینده درخشان برای مردم افغانستان باشد. وی درباره سرنوشت مردم پنشیر در گفتگوهای انجام شده با مقامات طالبان نیز بیان کرد. نگاه ایران به وضعیت مردم افغانستان نگاه کاملاً شمولگراست و فارغ از منطقه و قومیت بوده است و این که تمام اقوام در افغانستان صدایشان شنیده شود. دیدار احمد مسعود با وزیر خارجه طالبان در تهران: گفتنی است که این نخستین دیدار نمایندگان طالبان و جبهه مقاومت بعد از تصرف افغانستان توسط طالبان است که با میانجیگری ایران صورت گرفته است. در همین حال 8 صبح کابل می نویسد: هشدار طالبان به تاجکستان و ازبکستان. ملا یعقوب وزیر دفاع حکومت سرپرست طالبان از کشورهای تاجکستان و ازبکستان خواست که چرخبالهای افغانستان را هر چه زودتر بازگردانند. او این موضوع را روز سه‌شنبه 21 جدی در یک برنامه مانور نیروهای هوایی طالبان مطرح کرد. ملا یعقوب افزود
که این چرخبال‌ها دارایی ملت و کشور است و باید بازگردانده شود. وای تصریح کرد: هر نت این چرخبال‌ها را بالایشان حساب می‌کنیم. هیچ فردی نمی‌تواند که چرخبال‌های ما را در کشور خودش گروگان بگیرد. وزیر دفاع حکومت سرپرست طالبان گفت که این کشورها حوصله طالبان را نیازمایند و آنان را به عمل همسان وادار نکنند. او گفت که هرچند حکومت طالبان ضعیف است، اما بی غیرت نیست و به کسی اجازه نمی دهد که ملکیت های شخصی را بگیرد. مولا یعقوب افزود که بهتر از دو کشور تاجکستان و ازبکستان چرخبال ها را برگردانند، زیرا حوصله طالبان به سر رسیده است. وی هشدار داد که در غیر آن حکومت سرپرست طالبان به اندازه توان خود واکنش نشان خواهد داد. طالبان گفتند که همکنون 289 چرخبال را در اختیار دارند و 50 چرخبال آن برای پرواز آماده است. پیشتر مسئولان حکومت سرپرست طالبان گفته بودند که 40 چرخبال افغانستان در جریان سقوط کابل به تاجکستان و ازبکستان منتقل شده است. بر اساس گزارش ها بیشتر این چرخبال ها از سوی مقامات بلند رتبه حکومت پیشین به دو کشور تاجکستان و ازبکستان منتقل شده است. اشرف غنی رئیس جمهور پیشین با 4 چرخبال به ازبکستان رفت و سپس با رها کردن چرخبال ها در آنجا به امارات متحده عربی سفر کرد. امرالله صالح نیز با چندین چرخبال دیگر یک جا با برخی از کماندوهای ارتش پیشین به تاجکستان پناه برد. گفتنی است که مقامات تاجکستانی و ازبکستانی هنوز به این درخواست طالبان واکنش نشان نداده اند. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. ما منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما دوستان هستیم. جهت حمایت از ویدیوهای روزانه ما، کانال یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. تا ویدیوهای دیگر، الله یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید. امید که زنگ آگاهی را فشار دهید.